به پدر و مادرم گفته بودن که نازا هستیم. اما اونا عاشق هم بودن. جوری که وقتی پدر و مادر پدرم ازش میخوان که به خاطر بچه دار نشدن قید مادرمو بزنه و یه زن دیگه بگیره، پدرم نه تنها زیر بار این کار نمیره، بلکه دست مادرم رو میگیره و برای همیشه از اون شهر میرن. پدر بزرگ و مادر بزرگم هم با پدرم لج میکنن و پدرم رو از همه چیز محروم میکنن. حتی دیگه حاضر نمیشن پدرم رو ببینن. ولی خدا بین همه غم و غصه هاشون بهشون لطف میکنه و منو که اسمم هانی است بهشون میده. اون موقع ها مامانم 40 سالش بود و پدرم هم 52 سال. و من میشم همه چیز زندگیشون. اما لجبازی پدر بزرگ و مادر بزرگم به حدی میرسه که حتی با به دنیا آمدن من هم حاضر نمیشن پدرم رو ببینن. مامانم تعریف میکرد که پدرم خیلی از این که پدر و مادرش بهش پشت میکنن قصه میخورده. و همین قصه خوردنهاش هم باعث میشه که تو سن نوجوانی من یه شب که میخوابه دیگه از خواب بیدار نمیشه. و من و مادرم برای همیشه تنها ترین آدم های این دنیا میشیم. بی کس. این اتفاق ضربه روحی خیلی بدی به مادرم وارد میکنه. آخه مادرم هم از دار دنیا هیچ کس رو نداشت. چون مادرش هم به سختی بچه دار شده بود و اون تنها بچه پدر و مادرش بود. حالا من و مادرم تنها سنگ صبور هم بودیم و مادرم ساعتها گریه میکرد و از سرنوشت بدی که داشت گله میکرد. همون روزا پای مهری خانم به زندگیمون باز شد. زن مهربونی بود. تو جلسات قرآن با مادرم دوست شده بود و همیشه هم کمک حال ما بود. تو اون روزا همه فکر و ذهن مادرم دنبال این بود که منو شوهر بده. فکر میکرد حتما اگه با آدم درستی ازدواج کنم من میشم دلخوشی زندگیش و اون هم میتونه یه نفس راحت بکشه. یادم هر وقت مامانم و مهری خانم تنها بودن پایان همه صحبتاشون به ازدواج من ختم میشد. تا اینکه یه روز مهری خانم با یه جعبه شیرینی اومد خونمون. سر از پا نمیشناخت. سری اومد و مادرم رو بغل کرد و گفت مژده بده خاتون، برای هانیه یه خواستگار خیلی خوب پیدا شده. و دوتایی رفتن تو اتاق و مشغول حرف زدن شدن. یادمه که تو اون روزا اونقدر مادرم در این مورد حرف زده بود که با خودم میگفتم حتما با این مرد ازدواج میکنم. تا مادرم به یکی از آرزوهاش برسه و شاید یکمی خوشحال بشه. خلاصه قرار خواستگاری گذاشته شد و محمد خانوادهش برای خواستگاری اومدن. واقعا آدمای خوبی به نظر می اومدن و با نگاه محمد به خودم حس کردم اونم از من خوشش اومده. چون منم واقعا دختر خوشگلی بودم. البته منم از محمد خوشم اومده بود. محمد شغل خیلی خوبی هم داشت و حتی به خاطر کارش کلی سفر خارجی میرفت. اون حتی با سن کمی که داشت خونه و ماشین هم داشت. برای من یه جشن عروسی مفصل گرفته شد و حتی چون از شرایط ما خبر داشتن خود محمد کل وسایل خونه رو خرید و خونه رو کاملا مجهز کرد. و من هیچ چیزی بابت جهیزیه نخریدم. زندگی خیلی خوبی داشتم. محمد خیلی دوستم داشت. خیلی لوسم میکرد. هر وقتی به سفر کاری میرفت، وقتی برمیگشت کلی برام هدیه میآورد و منم تو اون زمانایی که محمد نبود مادرم رو میآوردم خونه. میآوردم پیش خودم و دوتایی کلی با هم خوش میگذروندیم و مادرم تو اون روزها خوشحالترین آدم دنیا بود. حتی گاهی اوقات مهری خانم رو هم به خونم دعوت میکردم. چون اون باعث همه این خوبی ها بود. تو یکی از همون روزهای خوشبختیم تلفن خونه زنگ خورد. پاشدم و جواب دادم. اون بر خط مادر شوهرم بود. با صدای گریون به هم گفت هانیه جان بدبخت شدی مادر. محمد وقتی از فرودگاه داشته می اومده تصادف کرده و مرده. دنیا رو سرم خراب شد. یعنی عمر خوشبختی من انقدر کوتاه بوده؟ حتی 1 سال هم از ازدواجم نمیگذشت و من دوباره بدبخت شده بودم. به هر جون کندنی بود لباسامو پوشیدم و از خونه زدم بیرون. وقتی رسیدم به پزشکی قانونی که برای شناسایی محمد برم داخل سردخونه، فهمیدم که قبل از من پدر و مادر محمد این کارو کردن و همونجا جوری کنترلمو از دست دادم که با سر خوردم زمین و کل مراسم خاکسپاری محمد من تو بیمارستان بستری بودم. و حتی حالا که فکر میکنم هیچ چیزی از اون روزا یادم نمیاد. هنوز 2 ماهی از مرگ محمد نگذشته بود که مادرم هم تو یه روز سرد زمستونی
دچار سکته قلبی شد و منو برای همیشه تنها گذاشت. یادم اون روزا مهری خانم که تنها سنگ صبورم شده بود دائم به هم میگفت بیچاره خاتون دق کرد. خودش که یه روز خوش ندید. تازه داشت خوشبختی تو رو تماشا میکرد که عجل بهش مهلت نداد. بدشانسی های من همونجا تموم نشد. یه روز که تو خونه خودم نشسته بودم و به حال خودم اشک میریختم، زنگ خونه رو زدن. در رو که باز کردم یه آقای چارشونه تو چارچوب در ایستاده بود. با عصبانیت بهم گفت شما 6 ماهه که کرایه خونه رو ندادین. من تا آخر این ماه بیشتر بهت مهلت نمیدم که خونه رو تخلیه کنی. ولی من شوکه بودم. فکر میکردم خونه مال محمده. ولی حالا کاملا گیج شده بودم. زنگ زدم به مادر شوهرم. ولی اون هم به اندازه من شوکه شده بود. حتی بهم گفت اصلا از موضوع هیچ اطلاعی نداره و اونا هم تا حالا فکر میکردن که خونه مال محمده. دیگه جایی برای موندن نداشتم. چون خونه مادرم هم اجاره‌ای بود و بعد از مرگش اون رو هم تخلیه کرده بودم. بی کس و تنها زنگ زدم به مهری خانم. اون واقعا مثل اسمش پر از مهر و محبت بود. با شنیدن این حرف جوری که انگار خودشو مقصر میدونست ازم خواست برم و پیش اون زندگی کنم. من هم چاره ای نداشتم. نه پولی برام مونده بود، نه طلایی و نه هیچ کس و کاری. به ناچار قبول کردم. ولی خب مهری خانم هم با یه حقوق بازنشستگی سر میکرد و من اصلا دستم سر سفره اون دراز نمیشد. تصمیم گرفتم یه کاری پیدا کنم تا بتونم لااقل کمک خرج مهری خانم باشم. هرچند اون دائم میگفت که لازم نیست بری سر کار، یه لقمه نون کنار هم میخوریم. ولی من خیلی جوون بودم، باید یه کاری برای خودم میکردم. از اونجایی که کاری هم بلد نبودم توی یه شرکت خدماتی ثبت نام کردم تا شاید اگه کاری هست برای نظافت خونه ها برم. همینطور هم شد. اوضاع کاروبار هم بد نبود و حالا دیگه دستم تو جیب خودم بود و هم به مهری خانم که اونم دیگه پا به سن گذاشته بود میرسیدم. تصمیم گرفته بودم که با پس اندازم مهری خانم رو ببرم مشهد. میخواستم از شرکت مرخصی بگیرم. تماس که گرفتم منشی گفت برای امروز نمیشه هانیه، برات کار رزرو کردیم، حتما باید بیای. کسی رو نمیتونم به جات بفرستم. به ناچار قبول کردم و همون روز دوباره سرنوشتم تغییر کرد. خونه یه ویلای بزرگ تو زعفرانیه بود. پام که رسید به خونه اونقدر که اونجا بزرگ بود وحشت کرده بودم. در که باز شد یه خانم مسن اومد به سمتم و گفت کارگر خونم مریض شده و نیومده. اگر نه از شرکت کارگر نمیگرفتم. پس سعی کن کارتو خیلی خوب انجام بدی. از برخورد اون خانم و قیافه‌ای که برای خودش درست کرده بود اصلا خوشم نیومد. خیلی بد اخلاق با من حرف زده بود. مگه تقصیر من بود که کارگر خونش مریض شده؟ میخواستم به هیچی فکر نکنم و فقط خودم رو سرگرم کار کنم. ولی قیافش چی؟ قیافش خیلی عجیب بود. با اینکه سنش بالا بود ولی به طرز عجیبی آرایش کرده بود و انگار که فکر میکرد با اون آرایشا سنش کمتر نشون داده میشه. ولی از نظر من که خودم هم یه زنم، انگار آرایشا حتی سنشو بالاتر هم برده بود. به هر حال خودم رو جمع جور کردم و یه نفس عمیق کشیدم و رفتم داخل خونه. با خودم میگفتم نگران نباش. هانی فقط همین امروزه. کارتو بکن و سری هم برو. تو امروز باید ساکتو ببندی و بری سفر. این اولین سفر زندگیم بود. وارد خونه شدم. خونه به حدی به هم ریخته و نامرتب بود که حد زدم حتما دیشب اینجا مهمونی بوده. همه جا پر از آشغال میوه بود. ته سیگار، پوست پفک، خلاصه خیلی کثیف بود. شروع کردم به جمع جور کردن. آشغالا رو که جمع کردم برای گردگیری رفتم سراغ کشوهای کنار اتاق. توی اولین کشو یه قاب عکس دیدم که پشت رو بود. دلم میخواست بدونم همسر این خانم چطور آدمیه که با این سن و سال مهمونی میگیرن و اینقدر بریزو به پاش میکنن. قاب عکس رو که برگردوندم با دیدن مردی که کنار اون خانم میدیدم قلبم برای چند لحظه از حرکت ایستاد. اون محمد بود که توی عکس بود. ناخودآگاه اشکم سرازیر شد. یعنی چی؟ یعنی داشتم اشتباه میکردم؟ ولی این عکس با محمد مو نمیزد. حتی خالی که اون زیر لبش داشت رو هم محمد داشت. خدایا، عقلم به هیچ جا قد نمیداد. خیلی مستعصل بودم. دنیا دور سرم میچرخید.
یعنی ممکنه این محمد من باشه؟ یعنی تمام این سالها به من دروغ گفته؟ خدایا، همه چیز برام گنگ و مبهم بود. ولی باید خودم رو جمع جور میکردم و کارام رو تموم میکردم. همینطور که تو فکر بودم، تصمیم گرفتم به مهری خانم زنگ بزنم و ازش کمک بخوام. اون حتما میتونست یه راهی جلوی پام بذاره. زنگ زدم به مهری خانم. مهری خانم با شنیدن صدای گریه های من خیلی ترسیده بود. ولی من هر جور بود داستان رو براش تعریف کردم. مهری خانم با لحنی که معلوم بود خیلی شوکه شده به هم گفت خیالاتی نشدی هانیا جان؟ گفتم نه مهری خانم. الان یه عکس از مردی که توی قاب عکسه میگیرم و براتون میفرستم. و گوشی رو قطع کردم. همین کار رو هم کردم. 30 ثانیه بعد مهری خانم به گوشیم زنگ زد. اونور خط مهری خانم بود. ولی این بار به جای اینکه شوکه باشه عصبانی بود، گفت برام آدرس بفرست هانیه. خودت هم همونجا بمون تا اون مردی که بیاد خونه. منم میام که تنها نباشی. باید حساب این کارشو پس بگیری. باید حساب سختی‌هایی که توی این مدت کشیدی رو ازش پس بگیری. با صحبت‌های مهری خانم منم انگار شجاع شده بودم. تصمیم گرفتم همین کارو بکنم. باید تکلیف خودم روشن می‌کردم. اگه اون محمد بوده، باید جواب این سختی‌ها رو به هم می‌داد. باید به هم توضیح می‌داد که چرا با من این کارو کرده. خودم رو با کارهای خونه سرگرم کردم تا بالاخره عصر بشه و شاید اون مردک بیاد خونه. مهری خانم تو این مدت خودش رو رسونده بود، ولی بیرون خونه منتظر مونده بود. چون این پیرزن اونقدر آدم بدعنقی بود که نمیتونستم مهری خانم رو بیارم داخل. قرار بود وقتی محمد وارد خونه میشه مهری خانم به هم خبر بده و بعدش خودش هم بیاد داخل. ساعت حدودای 5 عصر بود. پیرزنه اومد تو اتاق و گفت قبول دارم که خونه خیلی کثیف بوده ها، ولی تو دیگه خیلی داری طولش میدی. بهتره بری و فردا بیای. تا اومدم یه بهونه بتراشم که بتونم بیشتر بمونم، گوشیم زنگ خورد. بدون معطلی گوشی رو جواب دادم. مهری خانم اون بره خط بود. ولی داشت داد میزد. میگفت اومد هانیه، خودشه. همون بیشرفی که باعث شده تو این مدت این همه سختی بکشی. گوشی رو که قطع کردم، پیرزن هنوز منتظر بود که من برم. ولی در خونه باز شد و محمد وارد خونه شد. محمد با دیدن من شوکه شده بود. پریدم به سمت محمد و همینطور که چند تا مشت به سینش می زدم گفتم چقدر تو نامردی؟ تو زنده ای؟ چطور تونستی با من این کارو بکنی؟ مگه من چه بدی در حقت کرده بودم؟ تو زندگی منو سیاه‌تر کردی؟ محمد تازه به خودش اومده بود. دستامو گرفت و گفت هانیه بسه، تمامش کن. منم برای کارام یه دلایلی داشتم. همون لحظه مهری خانم وارد شد و محمد انگار با دیدن مهری خانم دیگه همه تیرای ترکشش رو از دست داده بود. گفت من ازت معذرت میخوام هانیه. پیرزنه هم از اون ور داد و بیداد میکرد که چه خبره؟ من الان زنگ میزنم به پلیس بیاد شما رو از این خونه جمع کنه و ببره. یهو با فریاد رو به پیرزنه گفتم زنگ بزن، چون منم شکایت دارم. این آقا شوهر منه. خودشو زده به مردن و زندگی منو سیاه کرده. زنگ بزن تا تکلیفم رو همینجا روشن کنم. محمد که از عواقب کارش میترسید رفت سمت پیرزنه و گوشی رو از دستش گرفت و گفت باید خودمون حلش کنیم. پای پلیس رو وسط نکش. این همون دختریه که من و تو زندگیش رو خراب کردیم. همونی که با نقشه های تو اونو از زندگی بیرون کردم. محمد اومد سمتم و گفت هانیه بیا با هم صحبت کنیم. اگه دلایل منو بشنوی شاید بهم حق بدی. ولی من اصلا نمیخواستم چیزی بشنوم که مهری خانم گفت مهری و نفقه این دختر رو بده و برای همیشه از زندگیش گمشو بیرون. منم همینو میخواستم. اصلا حوصله شنیدن توضیحات محمد رو نداشتم. پیرزن انگار فهمیده بود که اوضاع وخیمتر از این حرف است. سری رفت و دست چکش رو آورد و داد به محمد و گفت هر چقدر که میخوان بنویس تا زودتر از خونه من گمشم بیرون. محمد گفت من عاشقت بودم هانیه، ولی این زن نذاشت باهات خوشبخت بشم. چون قبل از تو با اون تو رابطه بودم و اون به خاطر پول زیادی که بهم داده بود و سفته هایی که ازم میگرفت منو تهدید کرد که اگه بازم بخوام با تو رابطه داشته باشم حتما تو رو میکشه. منم راهی نداشتم جز اینکه جوری از زندگیت برم بیرون که دیگه هیچ وقت نخوای دنبالم بگردی. حالا بهم بگو چقدر بنویسم. مهری خانم گفت
باید پول یه خونه و یه ماشین و یه مستمری مادام العمر براش بنویسی. پیرزن پا شد و با عصبانیت از اتاق رفت بیرون. و محمد چکی به یه مبلغ بالا نوشت که من تونستم هم باهاش خونه و ماشین بخرم و همین که تا آخر عمر با سود پولم زندگی کنم. دلم شکسته بود. به محمد رو کردم و گفتم ولی یه موقع فکر نکنی که با این پولا تونستی عذابی رو که به هم دادی جبران بکنی. عذابی که تو به هم دادی بیشتر از عذابی بود که تو زندگی مجردیم کشیدم. من واقعا دوستت داشتم و عاشقانه کنار تو بودم. از تو هم همین حس رو میگرفتم. هیچ وقت فکر نمی کردم که همچین نارویی به هم بزنی. محمد سرش رو انداخته بود پایین و اصلا جوابم رو نمی داد. مهری خانوم دستم رو گرفت و از خونه زدیم بیرون. ولی انگار یه باری از رو دوشم برداشته شده بود. دو سه ماه بعد اسباب کشی کردم به خونه جدید. مهری خانوم هم که سنی ازش گذشته بود با خودم بردم. ولی بعد از یه مدت کوتاه مهری خانوم هم به خاطر سن بالا و بیماری قلبی که داشت فوت کرد. همه بچه های مهری خانوم خارج از کشور زندگی می کردن. به خاطر همین مراسم تدفین و خاکسپاری رو خودم به بهترین شکل براش انجام دادم. چون واقعا جز خوبی چیزی از این زن ندیده بودم. اون تو همه این سالها که مادرم مرده بود برام هم مادر بود، هم پدر بود، هم رفیق بود. همه سختی های زندگیم رو با هم شریک می شد و همیشه کنارم بود. بچه های مهری خانم حتی برای مراسم تدفینش هم نیومدن. توی اون مراسم فقط من یه خواهرزادش رو دیدم که از فامیلا بود. اسمش علیرضا بود. بعد از مراسم اومد سمتم و ازم به خاطر مراسمی که برای مهری خانم گرفته بودم تشکر کرد. و حتی به هم گفت که مهری خانم گاهی اوقات که پیش خواهرش می اومده از خوبیای من براشون تعریف می کرده. و اینکه مثل دختر نداشتهش همیشه کنارش بودم و ازش مراقبت می کردم. با صحبتهای علیرضا ته دلم خیلی خوشحال بودم. از اینکه مهری خانم ازم راضی بوده. چون هیچ وقت مادرم یه همچین چیزایی رو پیش کسی تعریف نکرده بود که من بدونم اونم از من راضی بوده یا نه. خلاصه آشنایی من و علیرضا به همونجا هم ختم نشد. پسر خیلی خوبی بود. تحصیل کرده و خیلی هم فهمیده بود. شناختی هم از من داشت. درسته من شناختی ازش نداشتم. ولی همین که خواهرزاده مهری خانم بود انگار که مهر تایید بهش خورده بود. حالا از فوت مهری خانم 2 سال میگذره. من و علیرضا برای سالگرد فوت مهری خانم اومدیم سر مزارش و خواستیم از اون اجازه بگیریم تا بریم دفترخونه و به عقد همدیگه در بیایم. توی این 2 سال با علیرضا خیلی معاشرت کردم و فهمیدم که اون میتونه مرد زندگیم باشه و کنار اون حتما خوشبخت میشه. یه چیزی بگم بهتون، منو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارشم یادتون نره.